بینندگان عزیز سلام عرض میکنم. قسمت دیگه ای از برنامه سپاه پاسداران بازوی نظامی فاشیسم مذهبی رو از نظرتون میگذرونیم. چندی پیش وقتی که مجلس نمایندگان آمریکا طی لایحه‌ای که با اکثریت بسیار بالایی تصویب شد خواستار قرار گرفتن نام سپاه پاسداران رژیم ایران توی لیست تروریستی گردید، رسانه ها و تحلیلگران یکی از علل چنین اقدامی از جانب آمریکا رو اینطور ارزیابی میکردند که گنجوندن نام سپاه توی لیست تروریستی و همینطور تحریم اون گامیه برای اینکه تحریم‌های اقتصادی شورای امنیت علیه رژیم هرچه موثرتر بشه. خب ممکنه این سوال پیش بیاد که اساساً تحریم کردن یک ارگان نظامی رژیم چه ربطی میتونه داشته باشه به اعمال فشار اقتصادی به اون؟ اگه بس بر سر تضعیف نظامی رژیم بود، شاید این اقدام سوال برانگیز نبود و شاید یک تحریم تسلیحاتی به نظر می‌رسید که موثرتر باشه. یعنی اینکه جامعه بین المللی اجازه نده که سپاه پاسداران رژیم به تسلیحات بیشتری دست پیدا کنند. اما سوال از اونجای ایجاد میشه که میبینیم در لایحه مصوب سنای آمریکا بیشتر تاکید روی تحریم کمپانی‌های وابسته به سپاه و همینطور طرف‌های معامله با اون در زمینه نفت و گازه. بنابراین این سوال پیش میاد که چرا برای اعمال فشار اقتصادی به رژیم پای سپاه پاسداران به وسط کشیده میشه؟ خب جواب این سوال به طور خلاصه در اینه که سپاه پاسداران اقتصاد ایران رو به تصاحب خودش درآورده. سپاه پاسداران که مدت هاست از غارتگران اصلی ثروت‌های ملی ایران بوده، با روی کار اومدن احمدی نژاد سلطه‌اش رو بر اقتصاد ایران به نفع چشمگیری گسترش داده. در برنامه امروز ما این مسئله رو از زوایای مختلف مورد بررسی قرار میدیم. اکثر قراردادهای بزرگ دولتی اکنون در دست شرکت‌های متعلق به سپاه پاسدارانه. رژیم ایران به شرکت‌های متعلق به سپاه پاسداران قراردادهایی در زمینه‌های نفت، گاز، ارتباطات، اینترنت، الکترونیک و تحقیقات علمی واگذار کرده است. گستردگی سلطه سپاه پاسداران بر پروژه‌های اقتصادی به گونه ایست که فضا برای سایر باندهای غارتگر رژیم در زمینه های مختلف تنگ شده است و جنگ گروه‌ها بین جناح‌های رقیب را شدت داده است. لس آنجلس تایمز فاش کرد سپاه پاسداران بیش از 100 شرکت شامل شرکت‌های پیمانکار، کارخانه‌های تولید قطعات خودرو، مرغداری و فیلمسازی دارد که رقم عملکرد آن حدود 12 میلیارد دلار در سال است. شرکت موسوم به خاتم الانبیا یا همان قرارگاه خاتم که وابسته به سپاه پاسداران است، اکثر قراردادهای دولتی را در دست دارد. رادیو دویچه وله آلمان به نقل از معاون فرمانده پایگاه خاتم اخیراً اعلام کرده است که سپاه پاسداران از پایان جنگ 8 ساله در سال 1367 تا کنون 1220 پروژه انجام داده و اکنون 247 پروژه دیگر در دست دارد. سپاه پاسداران که توی برنامه‌های قبلی نحوه شکل‌گیری اون و همینطور کارنامه پر از جنایتش رو بررسی کردیم، چطور به غارتگر عمده منابع اقتصادی ایران تبدیل شد؟ این سوال رو از مهمان برنامه‌مون آقای مهندس یزدان هاشمزه می‌پرسیم. آقای هاشمزه، با تشکر از حضورتون تو این برنامه، می‌خواستم بپرسم که سابقه فعالیت‌های اقتصادی سپاه چی بود و همینطور چطور این فعالیت‌ها گسترش پیدا کرد؟ ببینید، این سپاه خب از بد به تأسیسش خب از یک خورده جریان‌های سیاسی مذهبی شکل گرفت آمد جلو. و اینا در جریان جنگ و بعد از جنگ، به خصوص بعد از جنگ، وقتی که دولت رفسنجانی نغمه بازسازی خرابی‌های جنگ رو اعلام کرد، اینا اومدن مدعی شدن. و دقیقاً من سندی رو عرض کنم خدمتون که اون موقع در کیهان 9 شهریور 67 یه یادداشت اقتصادی به قلم حسین پناه، یکی از همین پاسدارها در ارگانی که با پاسدارها دست در دسته، یعنی کیهان تحت نظر شریعت مداری، اینطور نوشت که گفت جنگ ادامه انقلاب بوده و بازسازی ادامه جنگ است و باید کسانی که در انقلاب و جنگ نقش فرماندهی داشته اند در نوسازی نیز این نقش را به عهده بگیرند. یعنی اینکه ما باید بیاییم توی عرصه اقتصاد و حالا تو فاز نوسازی خرابی ها فرماندهی و کنترل قضایا رو به دست بگیریم.
بلافاصله بعد از این یک طرحی رو در مجلس همون سال به تصویب رسوندند مبنی بر این که استفاده از توانمندی مهندسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بازسازی اقتصاد کشور. این طرح راه رو باز کرد به روی سپاه برای ورود به عرصه اقتصادی. البته رفسنجانی خب با اینا کجدار مریض رفتار میکرد، زیر فشار سپاه بود و ریخت و پاش‌هایی از قبیل واگذاری اجرای سد کرخه به اینها و یا اتوبان ساوه یا بعضی از پروژه‌های دیگه برای چرب کردن سبیل اینها اون موقع داد به سپاه پاسداران، ولی خب این به این قانع نبود که در دولت خاتمی گسترش بیشتری پیدا کرد فعالیتشون، به طوری که در عرصه تولید کشاورزی مثلا 8800 هکتار اراضی امیدیه خوزستان آبیاریش رو به دست گرفت و تو عرصه کشاورزی وارد شد علاوه بر عرصه پیمانکاری. خب گفتگومون رو با آقای هاشمزه کمی بعد ادامه خواهیم داد. رسانه‌های خبری جهان در تشریح تحریم‌هایی که بر سپاه پاسداران باید اعمال بشه بر روی زمینه‌های نفت و گاز تمرکز بیشتری می‌کنند. اجازه بدین زمینه‌های مختلف اقتصادی رو که سپاه به تصاحب خودش درآورده با بررسی این وضعیت در صنعت نفت و گاز ادامه بدیم. یکی از شرکت‌های سپاه پاسداران که در زمینه گاز و نفت به چپاول مشغول است، شرکت مهندسی موسوم به خاتم‌الانبیا می‌باشد. اکثر قراردادهای توسعه نفت و گاز به این شرکت واگذار شده است. بر اساس گزارش رسانه‌های خبری در سال میلادی گذشته شرکت خاتم سپاه پاسداران قراردادی به ارزش 3 میلیارد دلار برای ساخت فاز 15 و 16 پارس جنوبی، بزرگترین میدان گازی ایران، امضا کرده است. این شرکت همچنین قراردادی به ارزش 1 میلیارد دلار برای ساخت خط لوله گاز به پاکستان بسته است. یکی از سرکردگان سابق سپاه که از بابت چپاول در زمینه نفت و گاز ثروت هنگفتی را تصاحب کرده صادق محصولی می باشد که اکنون یکی از مشاوران احمدی نژاد است. وی با استفاده از موقعیت خود در سپاه یک شرکت ساخت و ساز تبادل نفت دایر کرد. وی زمانی که به عنوان وزیر نفت از طرف احمدی نژاد در سال 1384 کاندید شد توسط نمایندگان مجلس ارتجاء ژنرال میلیاردر لقب گرفت. شش خانه ویلایی وی و زمین‌های او نزدیک به 16 میلیون دلار ارزش دارد و ثروت او حدود 137 میلیون دلار برآورد می‌شود. صادق محصولی تنها یک نمونه است و پرونده غارت و چپاول سایر سرکردگان سپاه به مراتب از پرونده وی قطورتر می‌باشد. آقای حاجمزه، میخواستم به عنوان سوال بعدی از شما این رو بپرسم که ابعاد سلطه سپاه بر منابع نفت و گاز میهنمون چقدر هست؟ در زمینه انجام پروژه های دولت و پیمانکاری دولت، به خصوص در زمان دولت احمدی نژاد، سپاه یورش برده سمت پروژه های نفت و گاز. البته پروژه هایی که هم اجرا میکنه عنوان پیمانکار و هم بعد شریک میشه توی بهره برداری از اون، چون با یک شرکت خارجی پیمان میبندن و اینها سالها بهره برداری میکنن از محصول پروژه. نمونه در سال از شبد حضورتون که 1384 اسفند 1384 قرارداد بهره برداری از فازهای 15 و 16 ذخایر گاز پارس جنوبی ایران توسط خامنه وزیر نفت با حضور رحیم صفوی فرمانده وقت سپاه واگذار شد به قرارگاه خاتم الانبیا سپاه. این پروژه همراه با تأسیسات مایع کردن گاز که در بندر عسلویه اینها میخوان درست کنن در مجموع 2.9 میلیارد دلار ارزشش هست و این دنبال حالا شرکت های